در عراق شکاف میان حشد الشعبی با نخست وزیر افزایش یافته است. حیدر عبادی تصمیم حشد الشعبی برای خروج از شهرها و مناطق سنتی را لغو کرده و گفته طبق قانون دولت درباره حشد الشعبی تصمیم میگیرد. منابع خبری نزدیک به نخست وزیر عراق مداخله جویی جمهوری اسلامی ایران را دلیل اصلی تنش میان گروه‌های شیعه و به تعویق افتادن تشکیل دولت جدید عراق می‌دانند. انتخابات عراق بیش از 3 ماه و 10 روز پیش انجام شده. برای بررسی بیشتر این موضوع علی جوانمردی از اربیل عراق با ما هست. علی، چرا نخست وزیر دستور داده حشد الشعبی در مناطق سنی باقی بمونه؟ آیا این خواست خود اقلیت سنی نبود که شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران از شهرشون خارج بشن؟ چرا گیتا، خواست خود سنی بوده از بعد از در واقع آزادسازی مناطق سنی که حشد الشعبی که شبه نظامیان شیعه به گفته اونها وابسته به ایران هستن از اون مناطق خارج بشن. ولی حیدر عبادی مشکلش این است که چرا این تصمیم حالا گرفته شده توسط ابو مهدی مهندس از رهبران حشد الشعبی که البته در لیست ترور ایالات متحده آمریکا هم هست و گفته این یک تصمیم سیاسی هست. در نامه‌ای که نسخه ای از اون به دست صدای آمریکا هم رسیده، نامه از نخست وزیر عراق، اونجا آقای عبادی میگه که بدون رضایت فرماندهی کل قوا که نخست وزیر هست هیچ تصمیمی گرفته نمیشه در مورد نیروهای مسلح. حشد الشعبی به طور قانونی بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میشه ولی به طور غیر قانونی دستوراتش رو از جای دیگه میگیره. آقای حیدر عبادی میگه که این یک تصمیم گیری سیاسی، اجازه نمیدیم که حشد الشعبی به یک نیروی سیاسی تبدیل بشه و بدون هماهنگی با فرماندهی عملیات مشترک و فرماندهی کل قوا نمیتونن از هیچ منطقی خارج بشن. چرا این تصمیم رو گرفته؟ برای اینکه به گفته منابع خبری نزدیک به نخست وزیری، گروه یا ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی رفتن با سنی صحبت کردن، گفتن که ما خواست شما مثلا برای خروج نیروها رو عملی میکنیم و همزمان وعده های دیگری هم به اقلیت سنی دادن تا بتونن دولت رو تشکیل بدن. یعنی ائتلاف فتح به ریاست هادی عامری که نزدیک است به ایران از این تصمیم سیاسی دارن استفاده میکنن برای جلب آرای اقلیت سنی و تشکیل دولت از طریق این که آقای حیدر عبادی اون رو متوقف کرده و جلوگیری کرده از این تصمیم. پس بنابراین ایران، جمهوری اسلامی ایران داره در تشکیل دولت جدید عراق به گونه ای تأثیر میگذاره، به شدت داره مداخله میکنه در رسانه های عراقی. مثلا ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که بیشتری کرسی را آوردند، یعنی حدوداً 54 کرسی رو، اعلام کردن که شخص قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس اجازه نداد که دولت عراق تشکیل بشه، یک دولت مستقل. و این خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، یعنی ائتلاف سائرون، حکمه، ائتلاف وطنیه و ائتلاف نصر آقای حیدر عبادی، اینا با اقلیت سنی به توافق رسیدن که دولت رو تشکیل بدن ولی قاسم سلیمانی از اون طرف رفت چنین وعده هایی داد، وعده 3 وزارت رو هم داد، حتی وزارت خارجه که مال شیعه بوده بدن به سنی، برای اینکه اجازه ندن که ائتلافی که به ایران نزدیک نیست از شیعه بتونه دولت رو تشکیل بده.